برای چی اینقدر ما باید همیشه مشکل بیابی داشته باشیم تو شهر اصفهان خیلی ما اختار دریافت میکنیم در رابطه با فرود زمین مشکل اصفهان به طور دقیق بخوایم بگیم از زمانی شروع شد که بنگاه مستقل آبیاری که زمانی آقای شریف امامی که بعدا نخست وزیر شد رئیسش بود اومد و با همکاری شرکت سر الکساندر گیب اومدن سیستم انتقال آب رو از حوزه کارون به حوزه زاینده رود شروع کردن اتفاقی که افتاد این بود که خیلی خیال کردن که خب آب بیشتر هست میشه بیشتر کشاورزی کرد کشاورزی دیم در خیلی از جاها آبی شد و زمین هایی که مرتب بودن هم شدن زمین کشاورزی مصرف آب در اون محدوده زیاد شد از طرف دیگر صنعت در اون محدوده گسترش عجیب غریب پیدا کرد و حتی وقتی که انقلاب شد افرادی در در شورای عالی انقلاب اومدن و سیستم فولادی که بایستی در کنار خلیج فارس ایجاد میشد رو آوردن در مبارکه اجرا کردن مصرف آب افزایش پیدا کرد با هر افزایش مصرفی و هر افزایش جمعیتی خب آبی که با اونجا داریم کمتر میشه اومدن برای جبران این مسئله باز هم آب آوردن از کارون کورنگ یک شد کورنگ دو و پروژه دیگر رو شروع کردن با آغاز کردن از سرشاخه های دز که اونم به کارون میرسه آب رو اومدن باز منتقل کردن چشم لنگان رو دارین شما اونجا همچنین آقای خاتمی به خاطر نفوذی که داشت اومد تر انتقال آب از زاینده رود به یزد رو اجرا کرد چیزی که خودش پیشنهاد کرده بود به میر حسین موسوی در دوران هاشمی رفسنجانی مقدماتش انجام شد در دوره او افتتاح شد و طرحهای انتقال آب از یک طرف از حوزه کارون به زاینده بود و از زاینده رود به یزد آثار منفی خودشون رو داشتن در محدوده مبدا به عبارتی اما تغییرات اقلیمی آثارش خودش بیشتر نشون داد در زاگروس برف کمتری داشتیم و برف است که یک رودخانه رو زنده نگه میداره بارندگی خالی نیست و وقتی برف کم شد رودخانه‌های مثل کارون و زاینده رود کم آبتر شدند اما انتقال آب از کارون ادامه پیدا کرد و این مسئله باعث شد که وضعیت بدتر بشه حالا وقتی آب کم شد خیلی از کشاورزان در محدوده اسفهان در محدوده های اطرافش اومدن چاه های بیشتری حفر کردن در محدوده اصفهان ما چند هزار چاه داریم و این چاه ها آب زیرزمینی رو کشیدن و وقتی شما آب بارون نداشته باشین به اندازه کافی با اون بارندگی کم اصفهان و زاینده رود هم جاری نباشه و مادی ها که اون کانال هایی هستن که از زاینده رود پخش میشن آب دیگه وارد سفره آب زیرزمینی نمی شود. یعنی تغذیه سفره انجام نمیشه وقتی این اتفاق نیافته و میزان آب برداشتی از آب ورودی بیشتر باشه سفره آب زیرزمینی آسیب میبینه قبلا مثلا سی سال پیش 7 میلیارد متر مکعب بود الان نزدیک به 3 میلیارد متر مکعب رسیده و مصرف آب در محدوده اصفهان 400 500 میلیون متر مکعب در ساله وقتی شما آبی به اندازه کافی اونجا نفرسید این سفره آب زید زمین پایین تر میره نشست زمین هم بیشتر میشه هر چقدر سمت برخار میریم از سمت اصفهان میبینیم این نشست زمین هم بیشتر شده اصفهان داره تبدیل به یک مجموعه میشه که تا چند سال دیگه فقط باید به عنوان یک موزه بهش نگاه کرد اگر با این حکومت بخواد ادامه پیدا کنه